سلام میکنم به همه دوستان چنل یوتیوب یا شرفا با مصطفی عزیز. اومدیم سراغ سه تا ماشین کاستوم مید. خب خوش اومدیم. بابا ماشین بعد اصلا مدت پر اومدیم دست بعد پر. یک سال تقریبا بالاخره تونستیم اولین ویدیو رو با هم ضبط کنیم با چه ماشینای باحالی. هر کدوم شروع کنیم؟ هر کدوم دوست داری؟ به نظرم من میگم از سفیده شروع کنیم که سفیده سورپرایز کنیم دیگه. خب کارو داریم دیگه. 300 SL. 300 SL افسانه‌ای. آره. همه چی مرتب مرتب، فقط یه تفاوت داره دیگه این ماشین. بله. فکر می‌کنی این قسمت می‌کنی اتفاقاتی میفته ولی نمیفته. بیشتر چرخا میفته. چرا؟ چون این ماشین یه تسلا 3. حتی بیا داخلش هم بگیری متوجه میشی که تفاوت اساسی داره با اسلای دیگه. سنسوراشو داره، دوربیناشو داره. ولی نسبت‌های خیلی باحالی داره. قشنگ روی الان میتونن بچه‌ها ببینن اینجا این یکی از دوربینای تسلا رو اینجا گذاشتم رو سقف. حتی هندل تسلا رو اینجا میتونید ببینید. این کارشون خیلی قشنگ بود. خدای خوشم اومد. آره آره. اینم دوربین بغل برای دید کامل 360. خیلی جالب شده این ماشین. الان این ماشین مصطفی دقیقاً سال اصلیش چی میشه؟ 300 اس. من الان حضور ذهن ندارم. فقط میدونم این ماشین تایملسه. فکر کنم مال دهه همیشه خاصه. من فکر کنم دهه 50 باشه. آره دیگه، چون که شاه یه دونه رودسترشو داشت. دقیقاً. مدل 58 و 9 بود. بعد شما الان نگاه کن که این ماشین میتونه اینترنت فری نامحدود ایلان ماسک استفاده کنه. باورتون نمیشه. آره، ولی هات اسپات نمیتونه شیر کنه. ولی خیلی قشنگ با اون LCD که وسطش هست کامل عین تمام مدل 3 ها دسترسی داره به اینترنت نامحدود اینجا تو دبی. در اصل البته توی دبی فقط، یعنی مثلا اگه ایران باشه فکر نمیکنم بتونه. چون من که با چک کردم دیدم که به دکلای اتصالات داره وصل میشه. فرید به عنوان ماشینی که وجود نداشته و الان وجود داره به نظرم قابل قبول کیفیتش، میتونه تو بعضی جاها بهتر باشه. یه حالت رستو مود هم کردن، میبینید زنون گذاشتن توش، خیلی چراغش خوشگل‌تر شده. تو دوزیش هم که رنگ خیلی جالبی داره. تو دوزیش که دیگه بی‌نظیره. ولی من این قسمت رو خوشم نمیاد. منم خوشم نمیاد چون روی این آبیه احساس می‌کنم خیلی جالب پدر در یخچال نمیدونم خودش باید یه ونتی باشه که مثلا یه هوا مثلا خواهد یه جای بیاد بیرون، حداقل میتونستی گرمای چرخ جلو رو بده بیرون. و این نوشته های زیاد و اینا رو زیاد نیست. بعد شیشه هم نداره. اونا نتونستن در بیارن. و اینکه این شیشه رو چطوری تونستن در بیارن؟ حالا اون شیشه که تو مارکت اصلا پیدا میشه. ولی ماشین تو آمریکا ساخته شده. این که این ماشین شیشه کناری نداره یه ضعف بزرگی به نظر من. اینجا رو نگاه کن، مثلا چرمشو به زور چپوندن و آره. تو LCD داخل هم میتونیم ببینیم. حالا میشینیم توش. ولی فندراشو اینطوری داده خیلی بیرون، خیلی جالب شده. و این اصالت کناره که همیشه میشناسیم با استلا کارو جالب کرده. آره این طرش مال همین کمپانی اسکلاب. آره چمدونش هم خیلی خوشگله. اینم اگه بتونی بگیری خیلی جالبه که ماشین اینجا شارژ میشه دیگه. آره همون آوردن. اون چقدر نافرمه. نافرمه یه ذره انگار زیگیل زده. آره سنسوراشو با حال کنارش چیده. آره سنسورا رو بچه نمیشه اسکلاب یا زیاده به نظرم خیلی. خب این ببین چراغای ماشین میدونی چقدر گرونه. اصلش خب این اومده همه رو کاستوم مید کرده. کرده دیگه. دقیقاً دیگه گفته حالا بذار اینا هم بزنیم فیبر کربن هم اینجا استفاده کرده ولی کیفیتش میتونست خیلی بهتر باشه. آره دیگه تای بارو برای قاب پلاک حساب اینا که خیلی ای بی خریدن. آره حتی یه زحمت میذاره یه فرمون دیزاین میکرده. فرمون تسلا بی‌نظیره. من بعدم نمیاد. من این ماشین رو واقعا اولین بار که دیدم فکر می‌کنم واسه سما موتور شو درستش کرده بودن. دقیقاً. فکر کنم تو قرفه تویو ببین. یادم نیست ولی اولین بار که دیدم اینو خیلی خوشم اومد. و اینکه این اگه ماشین مثلا بنزینی بود، زیرش بنزینی بود نمی‌تونستن این کاپو تو اینطوری درست کنه. چون یه سری اکسسا اینجا هست. حالا هر ماشینی SL باشه، SLK باشه تو این درز نمی‌تونه داشته باشه. چون اگه بخوای ماشینو کلاً یعنی اتاقشو فقط عوض کنی به فندش دست نزنی یه سری چیزا اینجا هست که تو این خط جالب نمیشه. خب اینا فابریک خود ماشین هم اینجوریه. این همون رفتن احتمالاً یه ماشین رو پیدا کردن، اسکن کردن بر اساس اون رفتن جان، چون خیلی نسبتاش خوبه. خیلی نزدیک به اصلیشه.
خب این کمپانی خیلی وقته که داره این مدل ماشینا رو می‌سازه، یعنی رو گالوین خیلی مانور داده، هزار حالت مختلفم زده که الان رسیده دیگه به این تسلا مدل 3. مثلا اون همه پولی که برای این ماشین میده، حداقل میتونستن یه کاری بکنن که اینجا زنگ نزنه. حالا قیمتش هم که بمونه. ببین اون حالا بالا اگه بگیریم قشنگ معلومه. حالا اون دیگه کروم کاره. آره باک زیاد داره. یه دونه خوش رنگ‌ترش رو بریم. رادار تسلا رو اینجا داریم. آره. زیر آرم بنز. رادار جلو. ولی از دور که نگاهش میکنه خیلی جذابه. نه بابا. این هم که نسخه رودسترش و این هم خیلی جذابه. آره این چراغا که اینجوری بلند میشه فکر میکنم استایل سفارش آمریکا باشه. من هم همین فکر میکنم. آره دیگه باید یعنی اینجوری باشه. مطمئنم یعنی همینجوره. چقدر جالب شده این یه عده اینجوری شو دوست دارم، ولی خب من همون حالت چراغ گرد شو من اونو هستم. آره اون خیلی جذاب. این یکم زمانه. آره این یکم به نظر من روخ و استایل پاگودا رو میگیره. آره. با این چرا دقیقاً یه لول انگار میاد پایین تر اصل بودن چیز... فاصله میگیره یه ذره. آره. مثل ببین چی بونه، مثل باکسترای دهه آخرای 90 که من اون که یه حالتش اونا که 911 خریده بودن به پورشه اعتراض میکنن که چرا باکسترا شبیه 911 است، ما داریم اینقدر پول میدیم، حداقل دو برابر داریم پول میدیم. اینم هم دقیقاً همینجا اتفاق میفته. این ماشین اس ال ولی خب تو یاد اون میندازه. دقیقاً این که دوباره همینجا این فندرا رو نمای جلو که کاملا مثل اونه. خیلی از این زاویه نگاه میکنی واقعا دهه 50 بی‌نظیر بوده. این خطای روی وونتش رو ببین، این فندراش خیلی قشنگ‌تر از اونه، مثل اون حالت در یخچال. آره، آره، نداره. آره، آره، آره. این قسمت با اینکه حالا پشتش هم بستن احتمالا. آره. به جای هم وصل نباشه این استایل. آره. خیلی بهتره، یعنی اگه دقیقاً. این اومد روی اون ماشین سفیده واقعا لول اپ میکرد. بعد چون اون درش حالت کاتی میخوره که از اینجا این شیپ میتونست اونو خیلی زیباتر کنه، چون که این درش حالت این یه مقدار اینجوریه. دقیقاً ولی اشتباه کردم. یه اسپویلر مدرن اینو باید به جای اون خب تو همون فندر حالا همون استیلر رو میذاشت. آره. میکنی؟ آره آره اون استیلر رو میذاشت، بعد اینجا یه دوتا اگزوز میابرد بیرون، اونم خوب میشد. اینا جالب نیست اصلا، اگزوز کم احساس کنم به راست اگزوز هم آره دقیق تو مرکز ماشین نیست، و این اسپویلر اصلا اسپویلر این ماشین نیست. ولی حالا بکم چون رستو موده و حالا اینا که فانش ولی قیافش خوب کرده، ولی خیلی آخه وقتی کربن اینجا کار کرده دیگه باید استیلا رو همه رو به نظر من کربن می‌کرد. یعنی میومد اینجا کربن حتی این رینگ هم دورش مثلا کربن می‌شد، نمیدونم کربن این دور این چراغا کربن می‌شد. یه همکاری هم داشتن با HRE. حالا اون اصل کاری هم رینگ‌های خوبی داره. حالا بماند. در کل چیز جالبی شده. حالا شاید هم بعضی موقع من مثلا بعضی جاهاشون ببینم احساس می‌کنم خیلی ددلاین داشتن، خیلی عقب افتاده بودن، گفتم فقط ببندیم. آره فقط یک انگار که مثلا یه دستگاه پلاتر که روی استیل میزنه لیزر رو مثلا لیزر کات دیگه. حالا برداشتن همه جا زدن همه جا دیگه. حالا یه دستگاه خریدی هزینه کردی دیگه لاکر دار. مثلا من اینو نمیتونم اصلا بفهمم برای چی باید با چه چیزی اینجا داشته باشی. این حوز وسط خونه، اگه مثلا این ماشین مدرن بود مثل بادیکیت های داروین پرو که حالا خیلی هاشو به بونت هاشو من دیزاین کردم و ماشین هاشو من دیزاین کردم، ما کاپوت و حالا همون بونت رو شیشه میذاریم موتور معلوم شه، ولی اون تر اونجا نمیفهم. ببین ولی رنگ آبی قشنگی داره، رنگش داره اصلا انگار پرشین بلوه، یعنی همون رنگ اصیل ایرانی دقیقا. که تو کاشیا و اینا دقیقا. استفاده دقیقا. شده دقیقاً فکر می‌کنم تو به حال دیزاینری فکر می‌کنم چشت دقیق‌تر باشه. ولی لاجوردی یه ذره از این بشاشتر رنگش، این تقریبا سرمه‌ای میزنه که میخواد اون باشه، ولی اینجا که نور میخوره قشنگ همون بشاشیه رو فکر میکنم. الان چون اینجا فضا به حال بسته از تاریکه ولی تو روز فکر کنم قشنگ خیلی همون خیلی زیر آفتاب این میدرخشه این ماشین. دقیقا اینجا رو فرمونش گرفتن لوگوی کلاسیک بنز دهه 50. من اگه این ماشین رو میساختم فرمون عوض میکردم دقیقاً 100%. حداقل کاری که کیلومترش هم که میتونیم ببینیم واقعا AMG خورده. دقیقاً. البته غیر از اینم یعنی واقعا SLK اگه V8 نباشه ارزشی نداره. نه. یعنی فقط هم AMG ش V8 دیگه. دقیقا. چون این صدا باید به این ابهت و بعد اونجا یه LCD حالت فکر کنم اندروید باشه. نه اندروید هم نیست. من یه دونه از این دارم خونه تو کارتون. آره عین همین. عین همین آلپین من یه دونه خونه دارم.
ساید اسکرتش هم بد نشده. این همین نمونه اصلیش، میدونی این چه قابلیت داره این آلپین؟ چون دارم این میتونه زاویه بگیره با جوری عقب جلو بشه، بر همین نفع کردم فکر کنم که دیدن که چیز خوبیه، خوب میتونه بابت اون قابلیت فیت بشه اون تو، بر همین این انتخاب کردن که بتونن باهاش بازی کنن تا قشنگ بخوره توی داشبورد. اصلا استیکر خدایش میتونه خیلی بهتر باشه. آره ولی لیزر کات خریدی دیگه همه جا داری استفاده می‌کنی، حتی تو دوزشون هم نرمال معمولیه، خیلی معمولیه، خیلی معمولیه، اینجا زده وان اف وان، عجیب غریبی نیست اینجا رو اگه بگیریم زده وان اف وان، یعنی این دیگه نمیتونه احتمالاً با این رنگ و این تریم دیگه ما نخواهیم دیدی ماشینو، مثلا میره شاید رنگش فرق کنه، شاید استایلش فرق کنه و همین آینه بغلاش هم که کلاسیکه در کل. ولی اینجا تو دبی احتمالاً خیلی سخت بشه ازش استفاده کرد. یکم هم رو بدنش هم چین احساس میکنم میتونست فینیشینگ بهتری داشته باشه. فکر میکنم اینا به خاطر اینکه ماشین رو برای سه ماه شو میبرن احتمالا ددلاین دارن، میگن سریع آره. تمامش کنن، باید حتما برسونن و آره. یه سری کارا یهو خیلی هول هول مصطفى سقفشو گذاشتن پایین، سقفش هم فایبر کردم، فکر نمیکنم مثلا 3 4 کیلو بیشتر باشه. ببین قشنگ به نظرم در آوردن، چون جالب میشه این اصلا بزارش. این در حقیقت حالت SLR دیگه، میدونی؟ دقیقا اون ماشین اصلا کلن سخت نداره، یعنی اینا نشستن دیزاین کردن یه چیزی فیتی، حتما باید فیتره دیگه. نه این سالش هم مثل همین مدل های کلاسیک. آره ولی این هم باز شیشهش بالا نمیاد، ستونه شیشه نداره، یعنی فقط سقفه هست. کلا اونو گفتم بی خیال دیگه، آقا شیشه نمیخوایم، حالا هر اتفاقی بیفته، طوفان بیاد، بارون بیاد، به در دبی نمیخوره، به در دبی نمیخوره، اینجا 50 درجه، به در شمال هم نمیخوره، اونم نمیخوره، به در کجا میخوره پس این نمیدونم. با این قیمت حالا قیمت حالا اونجا هوای بهاری خوب دیگه، اینا ماشین به حال اکستریم ویکند دیگه بهش میگن، اکستریم ویکند یعنی هر آخر هفته هم نمیاره اینا رو بیرون، یه آخر هفته خیلی به خصوص آخر هفته‌ای که اتفاقی جالبی میفته. ولی این شیشه اش مثل این فولکس قدیمی زدن که باز میشه، لازمه که شیشه عقب باز بشه؟ نه چون برای ماشینی که شاید اینو برای میدونی چی زدن، چون این سقفه میاد روی این نصب میشه و این شیشه نداره، این هوا میاد تو عین بالون میشه، یعنی ماشین اصلا دیگه راه نمیره. تو نسخه قبلی احتمالا این اتفاق افتاده که اینو باز شد طراحی کرد. من چقدر دقیقم دیگه هرمون است فینیشینگ کربن میتونه خیلی، چون این دو طرفش به هر حال هوا داره میاد، فکر کن اینه یه چتر نجات ماشین رو نگه میداره، اونو گذاشتن که این هوای بچرخه بره بیرون. خود لس آنجلس هم فکر کنم استفاده کرده خیلی سخت باشه. به هر حال میگم من برای اکستریم ویکند دیگه. رینگ زیبایی هم داشت که ما فراموش کردیم. هستیم که در خدمتش. سلامت باشید. HRE دو تیکه. جالبه. خیلی جالبه. علی رینگ ماشین بعدی که CNC شده به اون شکل لوحشیانه خیلی جالبه. فراری؟ بله بله. بله. بس بریم سراغ فراری. بریم سراغ اون. بفرمایید. بفرمایید. اول شما. فرمونه. بله. فراری 612 تستا روسا. البته اصلا وجود خارجی نداره از کمپانی. 250 تستا روسا. باید 612. مصطفی این بدنه 250 تستا روسای واقعی رو گرفتن رو این گذاشتن. من ویدیو شو دیدم فکر میکنم واقعی باشه. برای همین قیمتش هم میگن که گفته خودش خیلی بالاست، حالا بماند. گفتن 3 تا چیرون. اونطور که میگن سه تا چیرون یعنی سه تا 3.5 میلیون دلار، 3 میلیون دلار. ولی خب وان اف وان، وان اف وان، مثلا این باز رنگ دیگه اش هست، من هم تو شهرم دیدم. آره ولی این همه یه دونه است. بله و اینکه خب شاسی اون ماشین، خب گفتن که این به خاطر حالا جدا از اینکه حالا بدنه واقعی 250 تستا روز است و اینا، یه سری طلاکاری هم روی موتورش رو اینا انجام دادن همونجوری که میبینی، بسیار ونت هم اینجا گذاشتن، خیلی جالب شده. شیشه میتونست بهتر باشه، به ابتدایی ترین شکل ممکن با پلکسی درست کردن، ولی لوک کلی ماشین چیز جالبیه. اینجا هم خیلی جالب شده، ولی من چون خودم دیزاین که میکنم انگار که پشت ماشین اینجاست، ولی خب از اون طرف این حرکات هم اینجا داریم، یکم تلاملو و این اگزوزه که از این بغل اومده. ببین این پلیت ها، من مشکل با این پلیت ها دارم، این همه پلیت برای چیه؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 10 تا پلیت داره این ماشین. خب چرا؟ دلیلش رو نمیتونم بفهمم. احساس میکنم که یه اسکلاب 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 این نگاه کن، این
run you and pay me فلان جملهشو نمیگم حالا موقع چون حرف بد زده این احساس میکنم که یه برندیه مثل مثلا گلدن کانسپت اند کو که گوشی و اینا رو طلایی میکنه با این کلابریت کرده که این طلایی ها رو زده آفاین. چون که ناکن نوشته FUCK من نمیخونمش کامل you pay me and co خب این حتما یه برندیه که با همین اس کلاب کلابریت کرده این طلایی ها رو گذاشته بده خیلی خوب خب خیلی زشته ببین من مثلا کوروت C3 اگه اشتباه نکنم به C2 بود یه حالت این مدلی اگزوز داره بله خیلی خوشگله اون خیلی ولی این مثلا مستقیم از موتور اومده اینجا آره دیگه هیچ چیز سر راش نیست پس صداش خیلی بلنده حالا استارتش میزنیم بعدن ببینیم مثلا چیز دیگه که هست این چراغاش هم نگاه کن پیچ و مره کردن دقیقا این اتفاق میافتاد تو اون سالها ولی الان این ماشین 2023 فکر کنم به همین شکل یعنی اینجوری پیچ و مره بوده این اتفاق میفته با یه زه استیل آفرین خب اون زه اونو نمیدیدی که اون نیست چراغا هم باز مثل اون زنون گذاشتن وسط با این شرکت نیست قرارداد دارن این لیپ جلو هم جالب شده که تو اون ماشین هم بود ولی این خیلی وحشه خیلی وحشانه مثل جلوی استون مارتینای جدیده یکم آره ولی احساس میکنم این احساس کنم 15ش هم از 250 تستا روزای بیشتر اومده جلو یا همین نسلی یکم اومده جلو و نکته دیگه که نظر من جلب کرد خیلی وایدتر از اونه احساس کنم اینجا یه اتفاقاتی افتاده آها. یا یه چیز انقدیه مثلا 20 سانتی به ماشین اضافه شده 100% درست میگی چون ماشین قدیم انقدر پهن نبودن من. اگه انقدر پهن بودن با بعدش هم انقدر طویل میدونی که فراری 612 اسکلتی بله. که این ماشین بیسش روش ساخته شده خودش ما ایران داشتیم دیگه بله بله ما خودمون ایران یه دونه اومده بود ایران اونم خودمون سوار بودیم اون ماشین اون سالم به حال فراری چون یکم خوشگلی نبود یکم به حال زشتی محسوب میشد ولی فراری 2+2 بود دیگه یعنی دو نفره بود این ماشین حالا من نمیدونم داشبورد اینم حالا یکم رفته عقب یا اینکه من احساس میکنم نرفته چون نرفته واقعا حتی مثلا عوض کردن رنگ این داشبورد خودش یه صحبت آره دیگه کاپوت ولی اینکه تو بخوای مثلا سینیو از اینجا منتقل کنی به این طرف توی اون بنز SL چون تسلاه تو میتونی این کار رو بکنی درست منطقی ببین خب اونم مثلا اینجا تموم بله، میشده بله. اینجا تموم میشده اینا اضافه کردن دقیقا بالش هم اینجوری که میبینیم یه چیزی مثل مکلارن سناه درست میگم؟ بله بیشتر شبیه چیه تو طراحی بال من فکر میکنم مثل سناس مثل سناس دقیقا و همین پایه هاشم دقیقا از همون اعلام گرفته شده بازم این پلیت ها رو زدن لیزر کوب خیلی زده یک و دو سه تا اینجا سه تا هم اون طرفه حالت دیزاینش هم حالت ماربروه درست میگم اون خط وسط این سیگار من فکر میکنم ماربرو قرمزه همینطوره خیلی اینو دوست دارم اینو دوست دارم اینو دوست دارم با همه گنگ من فکر این چراغ F430 باشه و اینکه این چیزی که از فرمول 1 اومده اینجا هم جالبش کرده کاربرد اینا چیه چراغ میدونی چیه چراغ شب رنگه برای شب فیزش هم این حالت لایت فرمول 1 هم گذاشته اینم خیلی دوست دارم اینو نگاه کن این الان مال پترول بده بنزین رو اینجا میزنه والا بنزین رو اینجا میزنه ولی اینکه چرا دو تاست نمیدونم دو تا باک گذاشتن روش احتمال جا زیاد داشتن دو تا باک گذاشتن و اینکه میدونی خاطر که ممکنه همین طرف توی فرقی SP1 هم هست یعنی اینجوریه نه این فرم این فرم که آره ولی اون که اون دو تاست نمیدونم نه من اصلا کلا دارم مال بنزین شد اینو که از ایبی خریدم 500 دلار فهمیدی آره 550 دلار 550 آره خودم تو فیوریت کرده بودم بخرم اگه روی فراری کار کرده اینو بزنم روش 550 دلار قیمتش چنده که با متوجه بشین که واقعا این ماشین مهمه این ونت هم یه ونته با وجود اون ونت به اون عظمت دیگه وجود این یه ذره جالب نیست و اگه نبود فکر کنم فرم ماشین خیلی بهتر میشه آخه یه تیکش هم اضافه چسبون اینه 206 من احساس کنم این افتر مارکت بوده جالب اومده براشون خریدن چسبوندن همون موقع که این تو ویش لیستشون بوده این هم بوده گفتن حالا این هم بدیم دیگه 50 دلار دیگه باز ولی میدونی این سردرگمی کربن گلد کروم
کروم گلد و کروم سیلور و اینو نمیدونم کاپوت شیشه ای و حالا من این قوسش رو دوست دارم. قبول نداری؟ من درست کردم اینم خیلی دوست دارم. یعنی روش ساختش که میدونی؟ نه نمیدونم. حالت باب چجوری بگم؟ یعنی هوا بهش میدن اینا رو میبندن یه هوای کنترل شده بهش میدن این شکل میگیره. آره. این قشنگ بود. اون قشنگ. ولی باز با اون پیچای دورش نیستم مثلا این تو خود کار بود به نظر من خیلی باحال‌تر میشد. عجیبه برام عجیبه که اینجا هم حتی پلیت هست. نمیدونم اون تو یکی اون و یکی من نمیدونم دوربین میتونه بگیره یا نه. آخ من نمیدونم واقعا لازمه هند بیلد. عجیبه این پلیتای موتورم برام عجیبه. اونجا هم تو موتور بود 57 لیتر 612 تی رینگ های جالبی هم داشت. اینم نوشته وان آف وان مصطفى. آره آره این که 100% وان آف وانه. یه چیزهای بابت نسبتاش منو اذیت میکنه. ولی خوب تو گفتی این ماشین یعنی 2x2 بوده دیگه. آره این ماشین الان دو نفر هم عقب بوده. تکلیفش مشخصی است. این عظمت فقط اینم دوست ندارم. یه لیزر کات اینا خریدن و همه جا استفاده کردن دیگه. اونجا بریدن اینجا نقش دادن و این اسپیکر رو برای این ماشین میلیون دلاری عجیبه دیگه. مثلا این اسپیکر چه میدونم 100 دلاری. آره ضبطش هم کم بوده. ضبط فراری کم بوده. کیلومترش هم که مایل 220 تا. ببین یه لیزر کات دیگه هم دو تا جم نمیدونم چی فکر کنم اسکلتی چیزیه دوباره تو پشت کیلومتر هم این لیزره رو زدن. احتمالاً اون ماشین که یعنی این ماشین که دونیت شده صاحب قبلیش زده اونو دیگه. نه بعید میدونم اینا بیان اسکلت بذارن تو اون ماشینی. باور کن که من میگم که زدن. عجیبه عجیبه خیلی جالبه کلا. رینگاش نظرت چیه در مورد رینگاش؟ دوست داشتم. یه ذره من یاد پورشه 911 99 میندازه کلا. این جاموندن پره ها رو انگار که مثلا از باد و از چرخیدن جا موندن برام جالبه کلا. اینم برای خودشون زدن اسکلاب رو روش خورده توی تایر یا میشه خودشون مثلا اینو پشت درست کردن درست میکنن میبرن میشه این اصلا اصلا این اصلا توی تایر حالا بوده ولی خب این تشکیلات به ماشین اضافه شده. اصلا سفید بود قشنگتر نبود تو منم. آبی اصلا نمیدونم آبیش هم به رنگ تو دوزی هم نمیخوره. ماشین که میدونه خیلی سفر میکنه فکر کنم همین لس آنجلس بود فکر کنم دو هفته پیش احتمالاً مقصد برایش ژاپن باشه. شاید که این مثلا ماشینت با هواپیما که جابجا میکنن اون ریسمونایی که به چرخ میبندن احتمالاً اون رنگ اینا رو خراب رنگش کرده. رنگش اصلا برام مهم نیست من که تونش نمیخوره. نیستمش. واقعا نیستمش. و اینکه این بیاینشم آخه وقتی رستو مود میشه خب ماشین باید بیشتر مدرن شه. دیگه این آینه ها به نظر مثلا یه چیز باری که اینجوری مثلا میومد مثل پاگانی دیگه مثل پاگانی آفرین حالت اون مدلی مثلا کاربرد خاصی هم فکر نمی‌کنم داشته باشه تا این آینه هایی که مثلا این درست کردن اینطوری شیشه جلو اصلا عجیبه برای من. این یه فرم اینجا دادم به یه فلز اونطوری نمیدونم از دور خیلی هیجان انگیزه نگاش میکنی ولی خیلی که بهش دیپ میشی حالا با دیدگاه ما یه ذره عجیبه دیگه. ولی خب خیلی هم کار برده این ماشین. اوکی بریم توی مرحله جذاب زیبا. دستگیرهای تسلا مدل 3 خوب چه شوخای باحال داره. آره تو شکر بالاخره بچه ها آره دیدن و این هم بسید چه دارم نامه نمیدونم من زیاد نیستمش دیگه شبیه ماشین چیز شد ماشین آخر هفته کارشو بدیم مثلا این رو میدی بالا و... ولی شبیه امامزاده شده یعنی داشتون همه که دارن که خاطر جمع باشه. جالب ترین نکتهش اینه که صندوقش فضایی عجیب نداره و جلو اینجا باید خالی میبود به نظر من حالا بسته هست آره بیا استوریج میده دقیقا دوتا چمیدون میشه در بازشو برای همه فقط چون صندوق اقربش هم بگاه همچنین
فرقی نداره. من میگم آخر مثلا هیچ چی تقریبا نمیدونی کوله پوشی میتونی بذاری. اونم دلش کوله پوشی بذاره. اینم یه حالت چوب یاد خواستم. آره این چراغم روشن میشد. الان قطع و وصل همه جا پلیت داره، همه جا. پلیت بیشتر زندگی بهتر. یکی اینجا، یکی اونجا، یکی اونجا، پنج شیش تا جایی خب خیلی روی ماشین رو چرا اینجا رو نگاه کن همه جا باید پلیک باشه. میتونی ببینی که قشنگ تسلا مدل 3 رو داره روی LCD نشون میده. دقیقا اگه رنگش هم عوض کرد تو صافه دکمه باز شدن در از داخل همونطور که ویایر همینجا هم به اکنون رنگ جاده نمیده تیفانی بود کابل شارژش میکنم پایین اینم دکمه های چرا بشه سیستم لیزرکات اصلا نیستم یعنی سیستم خیلی زرده همه که لحظه اول شمشیر کشیدم برای لیزرکات و همه جا اینجا رو بکنم داره زرده میکرده پشکشان میاده یعنی زیاد به خاطر این قفلای داره قدیمی زنگول و ناراحت شیشه هم که خب نداره ولی درهای دستگیر مخفی مدل 3 روش قشنگ میشه قشنگ جالب شده مثل SLS شده دیگه خود البته خود ماشین اصلی هم اینجا هم یکم نگاه کنیم اونی که یکم این دوربین ها معلوم نیست روشون یه چیز زدن آها آره ما خیلی دیگه ریز بینیم قربونتون آقا دمتون بیام قربونتون برم یکم دیگه ما شارژ مارژ میکروفونمون تموم شد و ولی خب تکمیل گرفتیم همیچه آره پرفکت واقعا با سه تا از خواستری ماشین ها در کنارتون بودیم سعی کردیم به ریسترین جزئیات بپردازیم حالا مطمئن باشین که به زودی یه سورپرایزی هم داریم و توی یه مراحل ساخت همچین ماشینایی شما رو میبریم از صفر تا صد قربان شما